انتقال کانهای نقره به سرمایه‌گذاران چینی از طرف پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. اینچنین شرکت چینی را از سپاریدن انداز در مدت 7 سال آزاد نمودند. در این خصوص رادیو آزادی به رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان فرخ همرالی‌زاده تکیه نموده اطلاع می‌دهد. کان نقره یک جلوه که به چینی ها سپرده شده است در ناحیه مرغابی کوهی پامیر در بلندی 4500 متر از سطح بحر جایگیر است. این بلندترین کان کوه در کشور به حساب می رود. به عقیده همرالی‌زاده سپردن کان مذکور به چینی ها تاجیکستان منفیت درآمد از انداز به بودجه دولت باید به دست آورد. ولی طبق شرطنامه 7 سال اول به بودجه دولت چیزی وارد نمی شود. زیرا حکومت شرکت را از پرداخت انداز و باج برای وارد جهازها و تکنیک آزاد نموده است. یادرست میکنیم که کانی فلوز های قیمتبه های مذکور یگانه کانی نیست که به شرکت های چینی سپرده می شود. تا به امروز ده ها کان های طلایی در تاجیکستان علکی به شرکت های چینی سپرده شده است. هرچند اهالی کشور به چنین کاری حکومت راضی نیستند، ولی حکومت به این اهمیت نداده ذخیره های مردمی تاجیکستان را به شرکت های دولتی خارجی سپاریدن را ادامه می دهد.